سلام، این قسمت دیگه از اصول برنامه‌ریزی برای رزیدنتی پارسیان دانش. خب این از اصول کلی برنامه‌ریزی که خدمتتون عرض کردم. حالا یه نمونه برنامه آماده‌ای که خودم انجام دادم و می‌بینید با هم دیگه. توی این برنامه، این دقیقاً هم برنامه‌ای که من برای خودم کاستماایزش کردم، 20 داخونه در 20 داخونه، یعنی برنامه 400 روزه هست و تقریباً 11 ماهه که اگه نگاه بکنیم تقریباً اون دو ماه اولش هم به صفر رسیده و مجدد شروع شده، یعنی این هم یه چیز مشابه هم برنامه 9 ماهه شما هست. انواع و اقسام مختلفی وجود داره برای اینکه بخواید خروج کارتون رو ثبت بکنید، مثل دفتر برنامه‌ریزی قلمچی یا حالا دفتر برنامه‌ریزی دیگه‌ای که بعد از قلمچی بیرون اومدن اصلا جدولای آماده هفتگی داره، ساعت‌ها رو میتونید توش وارد بکنید. اما من همیشه خودم روش خودم رو داشتم، دقیقاً همون چیزی که همون کلیپی که مشاهده کردیم و من گفتم که تقلید نکنیم و روش هر کسی مناسب به فرد خودشه. من همیشه خودم دفتر برنامه‌ریزی رو طراحی می‌کردم، اما برای امسال با توجه حالا به شرایط خاصی که بود ترجیح دادم که یه روزنامه دیواری داشته باشم که روی دیوار خونم نصب باشه. هر روزی که بلند میشم از خواب یا میخوام به خواب برم بدونم که کجای برنامه‌ام چند روز مونده و توی هر روزی چقدر خوندم. دقیقاً میشه گفتش که این یه حالت بنچمارکی هست از این مصرف بست‌های اینترنت. اگه دقت کرده باشید دقیقاً با سطح زیر نمودار نشون میدن یا سطح‌های نموداری دایره‌ای نشون میدن برای اینکه یه اوورویو از نحوه اینکه در این روز چند ساعت میخونید داشته باشید. اما خود راجب خود برنامه که خودم صحبت کنم، این باز دوباره یه تاریخ دیگه است که هر روزی که میگذشت من یه نمای کلی از روزا داشتم. حالا اینکه چه روزای آخر پر نشده بماند، من یه نمای کلی داشتم برای خودم که میگفتم که کل این سفیدیا وقتی هست که من برای امتحان دارم، هر روز که میگذشت اینها رو سیاه میکردم تا اینکه ببینم که کی امتحان تموم میشه. توی این نمو دارم که میبینین هر 7 روز اینجا جمعش رو میکنیم یک هفته و این هفته‌ای که وجود داره این مدار هفتگی از 1 تا 58 است، 58 هفته و هر 4 هفته‌ای هم که میگذشت اینجا 11 ماه هست اگه اشتباه نکنم یا 10 ماه هست. میبینین که نوشته شده برج احتمالاً 11 سال پیش، 2 سال پیش برج 12 و از فروردین شروع شده تا اسفند، یعنی تا آخر بهمن ماه کاملا پر شده، معلوم هست چه ساعتی هست. بعد دیگه حالا خودتون میتونید یه سری ظرافت‌ها رو به خرج بدید. ما فقط داشتیم، پس خاطرتون باشه، ما داشتیم میگفتیم که این برنامه‌ای که به شما دادیم این دغدغه‌ها رو نداشته باشید که اگر جایش با مینور شروع شد یا اینکه داخلش دو تکه شد یا اینکه مشکلی که هست یا حالا بقیه مشکلایی که شاید تو راننده کار بیشتر باهاش مواجه بشیم، اصلا نگران نباشین. این برنامه رو بدونید برای آخر هفته هاتون و اون 5 روز دیگر رو باید حد اکثر زمان مطالعه رو داشته باشین که این که حالا حد اکثر زمان مطالعه من چقدر هست یا چقدر باید باشه، این یه چیزیه که کاملا شخصی معلوم میشه. اما با هر شرایطی که دارید کمتر از 35 ساعت در هفته، یعنی روزی 5 ساعت اصلا کفاف این امتحان رو نمیده، یعنی اصلا با روزی کمتر از 35 ساعت شاید به فکر شروع نباشیم، بهتر باشه. اما روزی 10 ساعت یه ساعت معقولی هست، یعنی هفته 70 ساعت و بازه سوم که بالای 70 ساعت دیگه به میزانی که کیفیت دارید بالای 70 ساعت بخونید انشالله حتما نتیجه‌ای که می‌خواید رو می‌گیرید با هر بیسی یا با هر منبعی که دارید مطالعه میکنید، حتی اگه از کتابای پارسیان دانش استفاده نکنید. خب توی این برنامه‌ای که میبینید من هر روز سال رو یا هر هفته‌ای که بود میدونستم که هفته قبلش چقدر خوندم، هفته بعدش چقدر باید بخونم یا اینکه باید برسم به این حد اکثری که ماهای آخر، دو ماه آخر تونستم پیشرفت بکنم و بهش برسم. اما دیگه یه سری چیزایی هستش که طبق اون چند تا برنامه‌ای که باهاتون صحبت کردیم که اون چند تا برنامه رو هر کدومو چه جوری میتونید شخصی سازیش بکنید، این الان مثلا یکی از اون ویژگیه که خودم بهش دادم که ساعت‌ها 5 ساعت هست تا 100 ساعت در هفته و این هم هفته ها از 1 تا هفته 50 و اگه اشتباه نکنم 8 هفته یا 7 هفته شد. پس 57 هفته توی نمودار محور ایکس و محور وایام که ساعت مطالعه است که 5 هر 5 ساعت، یعنی این 20 تاست و هر 5 ساعت یک واحد حساب میشه و این 100 ساعته و فاصله ای که بین 1 تا 5 تا 10 تا 15 هست خیلی کمتره از فاصله که حالا شاید به چشم نیاد توی این تصویر مشخص نشه، اما اینا میلیمتری تنظیم شده است. خیلی کمتر فاصلش از 95 تا 100، 90 تا 95، 85 تا 90. میدونین یعنی اینکه با این کار داشتم به خودم جایزه میدادم، یعنی اینکه اگر تو 5 ساعت بیشتر بخونی انگار که مثلا 5.5 ساعت بیشتر خوندی و این سطح زیر نمودارم پررنگ‌تر میشد، میرفت بالاتر و من موتیوتر بودم به ادامه کار. حالا اینا یه سری ویژگی دوباره توی هفته ها دوباره 400 ساعت ماهانه بوده و اینکه خب هفته هارم که گذاشتیم براتون. این الان یه ایده‌ایه که یا مثلا اگر این آبی رو ببینید اینجا مشخصه که اینجا یه دراپی داشتیم که من می‌خواستم، مطمئن بودم که 2 ماه آخر رو ببرم جلو، این دراپی که اینجا خالی بوده رو پوشوندم و اینکه بعدش هم واقعیت همون چیزی که من فکر می‌کردم اتفاق افتاده، یعنی روی کاغذ آوردمش بیرون آوردمش و نتیجهش رو واقعا بعد از 1-2 ماه دیدم. و حتی این 2 ماهی هم که می‌بینید هاشون خورده، این 2 ماه مثلا حالا من به شرایطم توی پادگان آموزشی بودم اصلا هیچ ساعتی نتونستم مطالعه بکنم، یعنی توی این 2 ماه شاید کلا 200 صفحه از 400 صفحه کتاب ارتوپدی و حالا مجموعه تستش و یه منبع دیگر رو رسیدم بخونم، یعنی اینکه این 2 ماه منم نبوده و این برنامه 11 هم دقیقاً همون برنامه 9 ماهه شما هست. اما خب با یه سری تریک‌های برای اینکه خالی نباشه امیدت از دست ندی میگی که خب اینا هاشو خورده، اصلا جایی نبوده که بتونم پرش بکنم، یا توی گرافیکش برای خودتون میتونید حالا چیزای دیگه استفاده کنید، یا این جای چسبایی که می‌بینید این همزمان 2-3 تا برنامه یا 2-3 تا برنامه دیگه‌ای حالا پروژه‌ای توی زندگی میشه انجام میده و اینا رو حالا برداشتم دیگه، فقط رزیدنتیش مونده. اما این برنامه 1 ساله‌ی من، شما میتونید دفتر داشته باشید مثلا همون دفتری که مثلا براتون زدم، میتونید روی دیوار اینطور پیاده بکنید. البته خب نرم افزار رو چیزای دیگه هم هستش که حداقل با کسایی که من صحبت کردم من ندیدم کسی که تغییر بزرگی براش اتفاق افتاده باشه، مثل این یا دفتر برنامه‌ریزی که قبلا سالا قبل برای کنکور هم پرش می‌کردیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.